نمیدونم چه احساس میکنم، شاید مقام مخفی شدم، سازمان مخفی چیزی ای مرا بگیره به عنوان مقام مخفی. بان عالی. خب امروز یه کیو ای داریم، قراره که سوالایی که شما در استوری اینستاگرام تون پرسیده جواب بدم، و یکم دفعه خواستم سوال عجیب غریب تر جواب بدم، چون این ویدیو کیو ای داشتم قبل از این، ولی دفعه یکم اومدیم سوال عجیب غریب تر جواب بدیم و ببینیم چی میشه دیگه. ویدیو لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت انگلیسی بذارید. نه دیگه من نباید بگم، خودتون باید انجام بدید. دوست دارید روی پی سی گیم های دیگه هم بزنیم؟ من شب بازی پلی استیشن 4 پلی استیشن 5 خیلی دوست دارم، مثلا فیفا یا مثلا نمیدونم The Last of Us، یا مثلا بشیم کال اف دیوتی بازی کنم اینا، اما خب بالاخره نداشتم دیگه. با روی پی سی هم مثلا جی تی ای و نمیدونم والورانت و سی اس گو اینا هست، ولی خب من خوشم نمیاد. ولی اگه یه روزی روی پی سی بازی خواستم بخوام بکنم، جی تی ای 5 بازی میکنم. جی تی ای 6 هم داره میاد جدیدن، حتما امتحان میکنم. جی جی دیگه زیاد روی پی سی گیم حال نمیکنم، یه گفتم خواستم بدانید. اگه بدین هیچ مدت گیال باس به 400 سال گذشته بری، چگونه ثابت میکنی از آینده اومدی؟ خب تو فکر بود مثلا بگم 400 سال پیش همچین شخصی بودی، همچین کاراکتری بود، معروف بود، اما خب اونا نمیفهمن دیگه دقیقه درباره نفری که 400 سال پیش زنده بوده. به خاطر همین شاید مثلا یه چیز با ارزش از اینجا برمی‌داشت می‌بردم اونجا می‌فروختم، حتی با قیمت مثلا چی می‌دونم زیاد خیلی وقت پولو هر چی بود، مثلا بیت کوین شاید باشه تا 400 سال دیگه نمیدونم، هر چی باشه یه چیز با ارزش از اینجا میبرم اونجا، میگم این مال 400 سال پیشه، شاید ثابت هم بشه دیگه میفروشم. ولی نمیدونم، منطقی اصلا نمیدونم در برای چیز فکر کنم. چرا ویدیو سولو اسکوات نمیذاری؟ قبلا یه وقتایی بود که پلیر اولا کم بود داخل پابجی، بعد مثلا بیشتر نفرها مثلا یوتیوب نگاه میکردن، بعد بازی را کلی یاد همه بازی را بلد نبودن دیگه، همه بازی کنن یاد داشتن بازی کنن به طور کامل و حرفه‌ای. خدا همین سولو اسکواد میذاشتیم که مثلا مردم یاد بگیرن، حالا شاید بیشتر کیف میکنن وقت به سولو اسکواد اینا، اما الان دیگه به نظر من، نظر شخصیه، یه کلی یاد گرفتم بازی دیگه، نیاز به سولو اسکواد هم نیست، جالب هم نیست. الان یکم بهتر بریم روی فاز فان بودن ویدیو و یکم ویدیو رو جالب کنیم به جای اینکه سولو اسکواد بریم. من خودم شخصا دیگه فکر نکنم سولو اسکواد بزنم، حالا بعضی وقتا شاید، و یه جوریه که میخوایم یه ذره از پابجی بریم بیرون، مثلا یه ویدیو جالب سر با آدمای دیگه، یا مثلا یه طرز دیگه، یه حالت دیگه، یکم جالبتر کنم یه کلا چنل ما و کار کنم که مردم خسته نشن دیگه. بالاخره باید چقدر زحمت بکشی تا به جایی که میخوای برسی؟ اول از همه امید نباید دستت، به نظر من نمیدونم، میره از کسایی که از اون بزرگترم باید بپرسید البته، ولی به نظرم امید نباید دستت، بعدی که باید دهنت سرویس شه دیگه، مقصد در راه دیگه، خیلی با سختی بکشی تا به جایی که میخوای برسی. از اون دوتا بدن که بپرسید را. اگر انتخاب دست خودت بود، چه پلیر جهانی رو در تیم انتخاب میکردی برای تورنمنت جهانی؟ خب معلوم پلیر که اینجا بگویم شما شاید نشناسید، ولی خب نامش رو میگیرم دیگه، برید ببینید یه جوری پیدا کنید دیگه. دوست داشتم 4 تا نول اول از همه باشه داخل تیم من، خب چیزی که نمیشه رو نمیگم دیگه، ولی اگه میشد مثلا 4 تا مثلا مثل مگی بود، به نظر من خیلی تیم خوبی میشد. اما پلیر خارجی اگه بخوام حساب کنیم، اول مثلا اصلا خودم میذاشتم دیگه، خودم بازی کنم. پلیر دو، پلیری که همیشه دوست داشتم و بازیش قبول داشتم، کاریلو بوده، از تیم آلفا 7 برزیلی است. پلیر سوم، از تیم نووا اوردر هم میذاشتم که MVP تیم جی سی قبلی هم شد دیگه، تورنمنت جهانی قبلی بهترین بازیکنش هم شد. و پلیر چهارمش هم فکر نکردم بهش، شاید مثلا یکی از پلیرهای زئوس بود، نمیدونم چی بود اسمش، ابلی بود، یه پلیر آسیایی میذاشتم. مقصد حاضر به خاطر 1 میلیارد خانوادت فیلم زندگی تو به صورت کامل ببینن؟ 1 میلیارد، 1 میلیارد دلار تومن، چی؟ چیزی بعدی نداشتی که؟ آره میذاشتم ببینم، پولش هم میگرفتم، خیلی هم راحت، خیلی هم اتفاقا جالبه اگه ببینن. ترسناک ترین چیز دنیا به نظر چیه؟ ترسناک ترین چیز دنیا به نظر من تنها بودن، نمیدونم، یه نفر که تنها باشه اصلا خیلی سخته، روانی میشه اصلا، با هیچ کس صحبت نکنه، هیچ کس نبینه، شاید چیزای ترسناک تر باشه. به نظر من تنها بودن خیلی چیز ترسناکه واقعا، خدا به هیچ کس نشون نداده. اگه مجبور باشی یکی از کارهایی که هر روز انجام میدی رو کنار بذاری، اون کار چیه؟ شاید مثلا کمتر میخوابیدم، من خیلی زیاد میخوام، بعضی وقتا مثلا 24 ساعت زندگی میکنم، فکر کنم مثلا 12 ساعت شاید یه روز گرفتم خوابیدم، خیلی زیاد. کاش میتونستم مثلا 4 ساعت بخوابم، بعد بس من میشد، خیلی خوب میشد به نظر من. یه روز مثلا بتونی کمتر بخوابی، برای من خیلی خوبه. وقتی شروع به فعالیت در یوتیوب کردی، فکر میکردی مشهور شوی؟ وقتی اول شروع میکنی به فکر این نیستی که مشهور بشی، یه مدلی شروع میشه که مثلا میگی ویدیو، مثلا میگی ویدیو این ویو بخوره، مثلا مردم ببینن. فکر نکنم خیلی ها به خاطر مشهور شدن بیان مثلا یوتیوبر بشن، تمام کسایی که اتفاقا میان یوتیوبر میشن همیشه کسایی بودن که زندگی قبلیشون خیلی مشکل داشتن، و البته هر کس مشکل داره، ولی خب اونا بیشتر مثلا مشکل داشتن و خواستن به این شکلی یه کاری انجام بدن، با اومدن یوتیوبر شدن و خیلی هم خوب کارشون انجام میدن. و به نظر من اینطوری دیگه، نه من اولش فکر نمی‌کردم مشهور بشم، مثلا من چیزی نبود. یه روز یادمه فردین، یادمه 2 سال پیش تقریبا سیزنای دروغ نگم 9 10 اینا بود، من فردین از خیلی وقت پیش میشناسم، از بین یوتیوبرها قدیمی ترین کسی که میشناسم همین فردین است، و یه تریم داشتیم میزدیم و حالا چند نفر از
هموطنای ما بودن داخل هم، دیدیم که آمدن مثلا صحبت کردم با فردی اینا، بعد من گفتم شاید یعنی میشه یه روزی من به جای برسم که مثلا بشناسن من رو در حد اینا، حالا گفت که میشه انشالله اینا اگه تلاش کنی. بعد خاطره قشنگ بودی، یادم نمیره و شدم واقعا، اما هیچ وقت بدون مشهور شدن نبودم، یعنی یک چیز امکان نداره. میخوای درس ادامه بدی یا اینکه تو یوتیوب کار میکنی بازم؟ من داخل مدرسه یه مدلی هست که مثلا بعضی ها که میفهم، به هر کس نمیگم البته، دوست ندارم بگم، کسی که میفهم مثلا یوتیوب دارم اینا میگن مثلا مدرسه چیکار میکنه اینا، اما به نظر من کسی که یوتیوبر یعنی حق نداره که مدرسه بخونه. من دوست دارم تمام کنم در دلیلی و حتی بشه دانشگاه بخونم، اما میدونم سخت دیگه، حالا ببینیم چی میشه. نه ولی دوست دارم درسم بخونم، یه رقم نیست که یوتیوب چون دارم یوتیوب درس نخونم اینا. بعد خلاصه میخوایم درسم بخونم دیگه. چرا گیر میده؟ چرا عینک میزنی؟ به سوال بسیار بجا و دقیق و زیبا. از اونجا که من پابجی زیاد بازی کردم دیگه واقعا اصلا چشمم تار شده بود، نزدیکم میدیدم دور نمیدیدم، خیلی چیز بدی بود. و به خاطر اینکه چشمم ضعیف بود نمیدونم یه چیز عجیبی سرم هم درد میگرفت، بعد دکتر گفت که باید عینک بزنی و یه عینک هم به من داد که من وقتی اونو میزنم یه مدلات یه حالتی مثلا چی میشه زرد میشه همه جا، مثلا خیلی رنگی روشن خیلی چی میکنه برام تاریک میکنه و خیلی چیز جالبه. و واقعا وقتی رو میزنم 8K میبینم، مثلا چشمم با کیفیت میشه رفیق. آره دیگه خواستم بگم بعضیا میومدن میگفتن مثلا تو عینک به خاطر میزنی که خوبتر معلوم بشی، خوش چیه چیزایی میگفتن اصلا عجیب. من برای چی بود عینک بزنم؟ من بدون عینک خودم خیلی بیشتر دوست دارم، اما خب نمیشه دیگه، باید عینک بزنم دیگه. چه رشته درس میخونی؟ اول اصلا من کلاس 11 هستم امسال و از اونجایی که ما از ایران اومدیم ترکیه و یه چیزایی تغییر کردم مثلا تاریخ تولدی چیزا، کلاس 7 دو بار خواندم و خیلی بد شد. یعنی من با کلاس 12 با شمالی رشته برق میخونم داخل مدرسه قبلی که بودم، اما چون خوشم نیومد و دیدم که بی دلیل سخت است و خیلی کار میکنن سر آدم، نه که کار مثلا برای درس کار کنن، اصلا یه چیزای عجیب بود. مثلا یه روز دادم من وسایل کمد و یه چیزایی بود داخل مدرسه که مثلا قدیمی بود، اونا رو مثلا از 5 طبق به سرم آوردم پایین، اصلا روز خیلی اصلا خراب شد، گفتم این مدرسه به درد نمیخوره، رشته هم بزو زیاد حرفه ای نیست و مدرسه رو عوض کردم و الان رشته نمیخوام. یه مدرسه اومدم که در ترکیه بهش آنادولو میگن و میای فقط درس میخونی، یعنی رشته نیست، فقط درس ریاضی مثلا ادبیاتی چیزا رو میخونی، برای دانشگاه آمادگی میگیری و داخل دانشگاه دیگه رشته رو انتخاب میکنی. نظر خودم کار درستی کردم میگم، نمیدونم حالا شاید هم بعضی بگن اشتباه کردی اینا، آی دون نو. از چه دخترای خوشت میاد مثلا از نظر اخلاق قیافه؟ نمیدونم، شاید مثلا یه دختر مثل من بیاد اخلاقش مثلا مثل من بیاد، مثل من صحبت میکرد اینا، شاید از اون خوش میاد. اما از اونجایی که من خودم نمیتونم تحمل کنم 100% دارم نمیتونم تحمل کنم، به خاطر همین دیوانه میشدیم، یا عمر میکشه یا من عمر میکشتم. باتری موبایل چنده؟ واقعا این رو پرسیدی؟ شیت، اولین موبایل چی بود؟ اولین موبایل من یارم سال 2013-14 همون وقتا گرفته بودم، خیلی بچه بودم دیگه، وقتی واقعا بسیار زیاد خورد بودم و یارم یه تلفن های ساخت ایران اون وقت آمده بود به نام جلیکس، من ایدی فکر کنم 150 تومن داشتم، 30 تومنش خرج شده بود، مثلا وقت 150 تومن هر کس نمیتونست بگیره، بعد 30 تومنش خرج شده بود، 120 تومن مانده بود، رفتم جلیکس یه مدلی گرفتم 105 تومن بود، بعد روی بازی چی نمیشد، اینستال نمیشد، لمسی بود مثلا تاچی بود، اما لمسی بود اما روش بازی اینستال نمیشد، خیلی چیز عجیبی بود و فقط گریه کردم به خاطر اینکه گرفتم و فقط میرفتم عکس لامبورگینی بوگاتی رو میدیدم داخلش، چه چیز بدی بود. دوست دختر داری؟ نه. چرا دوست دختر نداری؟ نمیدونم، شاید به خاطر این بود که خودم نخواستم. سوالا این پرسید، یکی از آرزوهات که برآورده نشد و فراموشش کردی؟ یعنی وقتی سال 2016 بود فکر کنم، همون وقتی چی هم بود، المپیک هم بود، مثلا فوتبال تیم‌ها رو نگاه می‌کردم، بعد با خودم فکر می‌کردم که سال 2022 کاش جام جهانی قطر برم، بعد از نزدیک یه بار جام جهانی رو ببینم، خیلی دوست داشتم و آرزوش داشتم، هنوزم دارم، اما نشد دیگه. قسمت ما اینطور بوده، یادم خبر نداره که آینده چه اتفاقی براش می‌افته، خاطر همین زیاد ناراحت نمی‌شم به خاطرش دیگه، چیزی که شده. ولی دوست دارم یه روز جام جهانی برم دیگه، از نزدیک یعنی برم ببینم. کفش مورد علاقه؟ کفش ایر جوردن مثلا دوست دارم، اما من زیاد یه رقم نمیاد، نمیدونم، خاطر همین یزی رو بیشتر دوست دارم. یزی چرا رقم میگن؟ یزی میگن کفش آدیداس و بیشتر کفش هم که دارم، یعنی کلش دیگه تقریبا یزی دیگه، یه دنه فقط چی دارم، نایک دارم. یه اوو بگو. اوو چند تا زن داری؟ این سوال من نمیدونم چرا قد پرسیدنی رو، من اینستاگرام گذاشتم، یعنی فکر کنم 60% 70% سوالا فقط همین سیگه، 60-70% سوالا یا پرسیدن یا زن داری یا ندارم آقا، نه یکی برای من پیدا کنید لطفا. سوال خیلی پرسیدید، سوالای بیشتر سعی کردم سوالایی که برای خودم جالب تر است جواب بدم، به خاطر همین کلش نمیشه جواب داد، خیلی سوال پرسیدید، سوالایی که
خوب بوده جواب دادم و تشکر از اینکه ویدیو تماشا کردید. خوشم لایک سابسکرایب برنامه میگم یادتان نره تا یک ویدیو یه فعلا. خدا رو نگهدارتان، خدا نگهدار، خداحافظ. اگر عینک خوشتان اومد بگید بازم با این ویدیو میگیرم، اما نمیبینم پیشش، من نمیدونم چرا. بای بای.